پس از یک هفته از حمله مسلحانه بر دفتر مرکزی حزب اسلامی، حالا گلبدین حکمتیار میگوید کسانی که قصد ترور او را داشتند تبعه تاجیکستان بودند و از نزد آنان بیرق گروه داعش نیز به دست آمده است. آقای حکمتیار میگوید حزب اسلامی عجله برای متهم کردن گروهی برای انجام این حمله ندارد و پس از تکمیل شدن تحقیقات همراه عاملان آن تصفیه حساب خواهند کرد. تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که هر دو تروریست تاجیکستانی هستند. افغان نیستند. یعنی گروه تروریست نتوانسته از میان افغان ها کسی را آماده کنه به این عملیات. باید معلوم شد که چرا تاجیکستانی؟ چرا نه افغان؟ بیرق سیاه داعش نیز از چانته همکار و محافظ تروریست انتحاری به دست آمد. در همین حال رهبر حزب اسلامی از هواداران این حزب می‌خواهد برای یک جنگ و مبارزه دیگر آمادگی بگیرند و کشور را از شر گروه جانی، خائن، وطن‌فروش و دین‌ستیز نجات دهند. اما مشخص نمی‌کند هواداران این حزب در برابر چه کسی آماده جنگ شوند. در این مبارزه جدید نیز انتظار تأیید و نصرت الهی را دارند. از متحدین حزب اسلامی می خواهیم که برای یک جنگ دیگری، برای یک مبارزه دیگر آماده بیم. بار گران این جهاد هم به دوش شماست. شما اهلیت و شایستگی را دارین که بتانید ملت از شر این گروه جانی و خائن و وطن فروش و دین ستیز هم شما به عهده داشته باشید. اما امارت اسلامی در واکنش به گفته های گلبدین حکمتیار میگوید تا هنوز تحقیقات جریان دارد و هدف از گفته های رهبر حزب اسلامی برای آمادگی جنگ دیگر افزایش تدابیر امنیتی او میباشد. شاید منظور حکمتیار صاحبی باشد که کسایی که یک عناصری که بر مرکز آنها یک بار مسجدی که مربوطی آنها بود حمله کردند همچون یک تعقیبی همچون عناصر باشه. این تنها منحصر به حکمتیار صاحب نمیشه، این دامنش فراختر میشه به تمام ملت، به تمام مردم که همگی باید دست به دست بیتن با همچون عناصر که امنیت مردم ما را اخلال می نمایند دست به دست بیتن و متحدانه یک موقف خاص در مورد اخلالگران داشته باشند و همکاری با حکومت و با نظام داشته باشند. مهاجمان انتحاری زمانی بر دفتر مرکزی حزب اسلامی در هنگام نماز جمعه گذشته حمله کردند که آقای حکمتیار سرگرم خطبه نماز جمعه بود.